رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از گزارش جدید آژانس بین‌المللی انتقاد کرده و گفته کار رافائل گروسی غیر حرفه‌ای بوده. محمد اسلامی گفته گزارش آژانس ناشی از اشتباه یک بازرس بوده. همزمان آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا در بیانیه جمهوری اسلامی رو به نقض آشکار تعهداتش متهم کردند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جدیدترین گزارش اعلام کرده جمهوری اسلامی بدون اطلاع بازرسان تغییراتی در سانتریفیوژهای غنی‌سازی یوم در تأسیسات فوردو ایجاد کرده. همکارم اشکان صفایی از اورشلیم با ما همراه میشه. اشکان، همیشه رفت و برگشت های ایران آژانس و گفتگوهای غرب پیچیدگی هایی داشته، الان این پیچیدگی ها بیشتر هم به نظر میاد. درسته، از در واقع از دو سال پیش این پیچیدگی ها، این در واقع این روابط هر روز پیچیده تر شده. حالا در این گزارشی که خبرگزاری رویترز برای اولین بار آخر هفته گذشته منتشر کرد، گفته شده که در تأسیسات فوردو جمهوری اسلامی اومده و دو تا از آبشارهای سانتریفیوژهای IR6 رو به نوعی به همدیگه متصل کرده که با اون چیزی که قبلا با آژانس گفته بوده تفاوت داره و میتونه اورانیوم رو حتی بالاتر از 60% غنی سازی بکنه، سطحی که فقط و فقط برای در واقع کارهای نظامی کاربرد داره. جمهوری اسلامی بعد از اینکه این گزارش منتشر شد، همونجوری که گفتی، اون رو به نوعی رد کرد، مدعی شد که در واقع آژانس، در واقع اشتباه بازرسان آژانس بوده و جمهوری اسلامی برای اونها توضیح داده و اونها هم قانع شدن. بعد از این بود که این چهار کشور غربی اومدن بیانیه‌ای صادر کردند، ادعای ایران رو رد کردند، گفتند که در واقع فقط گزارش آژانس رو قبول دارن، گفتند که این با تعهدهای پادمانی جمهوری اسلامی در واقع هیچ گونه کارایی نداره و تمام اون در واقع هیچ توجیه غیر نظامی برای این کار نیست، گفتند که این اقدامات جمهوری اسلامی از دو سال پیش به این طرف داره هر روز خطرناکتر میشه. فقط این رو باید توضیح داد که فوردو به اندازه‌ای مهم هست که در جریان برجام قرار شد که اصولاً هیچ گونه غنی‌سازی در این تأسیسات صورت نگیره. اشکان صفایی همکارم در اورشلیم، ممنونم از تشکر.